کانتکت رو هم بسازیم، سایت اون قشنگ شده ازش. خب اما بعض وقتی یه چیزایی میسازم خودم به گرافیک هم اجرا میشه. خب میام اینجا توی در واقع نیوز رو جمع میکنه، میریم یه مرحله بعدتر و اینجا بیایم مثلا در واقع میک کانتکت رو قرار بدیم و این هم بشه ام میک کانتکت. خب و اینجا در واقع مقدار سیکشن کلاس کانتکت رو میزنیم و توی کانتکتمون یه فرم داریم 100%. من یه سیکشن دیگه درست بکنم توش می‌نویسم کلاس فرم و حالا بیام بریم اینو درستش بکنیم. میام اینجا اینو میگم که مقدار کانتکت کنترل دی مقدار ام کانتکت. خب کلاس رپر و کلاس کانتکت میام اینجا ویتسش 100% و هیت نخواهد داشت. یه پدینگ 5 پیکسل مشتی بهش میدم و یه بک‌گراند کالر این رنگ. میام اینجا یه رفرش ببینیم چه کردیم. خب یه رفرش یه کانتنت اینت کانتکت. خب میبینی اینم رنگ در واقع کانتکتم. خب کانتکتمون رو من میخوام با یه دونه چیز جدا بکنم، در واقع میخوام سفید رنگ بشه. بیام اینجا و یه سیکشن بذارم، یه کلاس در واقع سپریتور بذارم. خب انگلیسی کلیک کراس میکنیم و اسپیلینگ چنج تو میزنیم. آره بیشی. خب میام اینجا یه اسم دیگه، من اسمشو در واقع عنوانم قرار دادم. میام تو اینجا در واقع کلاس رپر و کلاس سپ ریتو رو میذاریم. یه ویدث بهش میدیم فرض کن مثلا 1000 پیکسل و یه هیت میتونیم بدیم میتونیم ندیم. یه بوردر بهش میدیم مثلا 3 پیکسل ست مثلا لایت گری. خب و یه مارجین صفر اوتو دقیقا میکشیمش وسط. بره این رو جدا کنه، این اینشش درسته؟ من نمیخوام این رنگ بدم، میخوام این شکلش. الان البته اضافه کمه، بذار رو 200 قشنگ تر بشه. میتونه کمتر هم بشه، مثلا 2300 پیکسل بشه. حالا دیگه بستگی به خودتون داره که میخواید این رو جداش کنید. خب کانتکت هم گذاشتیم، بریم داخل کانتکت در واقع رپر مقدار کانتکت و مقدار یه دونه دیگه داشت به نام فرم. درسته فرم رو بیام بگیم ویدثت مثلا هستش 800 پیکسل و هیت نداری، یه پدینگ داری در حد 30 پیکسل و یه بک‌گراند کالر داری مثلا جا. خب این خوب، حالا میگیم که شما بیا لطف کن مارجینت بشه صفر و تو بیا دقیقا وسط بایستو. خب میبینی از این خیلی استفاده میکنیم تو طراحی وبسایت. خب رنگ نمیخواد، میایم داخلش یه مقداری دارم در واقع به نام فرم دیگه بلدین. فرم متد داره، اکشن هم داره. میام میگم اینجا اینپوت تکست نیم مثلا فول نیم و حالا ریکوایر باشه، همه اینا رو میتونید داخلش بذارید. یه بی آر و اینپوت تایپ مثلا اینم باشه ایمیل و نیمش هم هست ایمیل میذارید و حتماًم حالا فعلا میشه اینم میتونید ریکوایرش رو بذارید و بی آر و یه دارم تکست اریا نیم آیدی نمیخواد و کل و روزم نمیش هم باشه در واقع کامنت و یه دونه هم در واقع اینپوت میخوام این رو خوشگلش کنیم سابمیت ولیو سابمیت همین. حالا یه چیز افتضاح میبینیم اینجا، این رو بریم درستش کنیم. خب نحوه درس جدید، نحوه
درست کردن فرم توی در واقع وبسایت. ما میایم میگیم کلاس رپر کانتکت، یه مقداری داره به نام فرم، یه فرزندی دوباره تو خود فرم هستش به نام فرم. این فرم رو میام میگم ببین تو وید ست بشه در واقع اندازه پدرت اینهریت و یه پدینگ هم داشته باش در حد 10 پیکسل. ببینیم چه خبره داخله، یه بک‌گراند کالر هم بدیم و حالا مثلا خب اینم فرم من درسته. به فرم من برمیگردم میگم تکس الاین تمام بچه‌ها تو بکش مثلا. اینم از این. خب بیام اینجا کپی دیگه میرفتم برم به فرزندانش مقدار بدم. دستور استفاده میکنیم به نام اینپوت و در واقع براش مشخص میکنیم، میگیم تایپت مساوی با تکست، اینپوتی که تایپت مساوی با تکسته کدومه؟ اینه دیگه درسته؟ متدش هم یادم دارم پست، اینم هشتگ، هشتگ بابا جان آره اونم میخواستم در واقع از چیز استفاده دیسپلی بلاک استفاده بیام به این شکل. خب برمیگردم میگم که تایپ دستش تکس، بیام وید ست بشه مثلا 500 پیکسل و هیتت هم بیاد بشه 30 پیکسل، ببینیم چی در میاد. اوکی خیلی هم خوب شد و حالا میتونه 40 پیکسل بشه. یه مارجین باتم هم بهت بدیم، تو خیلی وزن در واقع اومدی چسبیدی به این، یه ذره فاصله بگیم 40 تا 40 زیاده همون 30 تا خیلی شده و به این شکل میتونی در واقع بهش border dash radius هم بدید مثلا 5 پیکسل به این شکل. می‌بینید در واقع من آیا می‌خواید بوردرش رو بردارید؟ خب خیلی هم بوردر رو فقط باتم می‌ذارن، بوردر داش باتم مثلا 2 پیکسل این ست مثلا لایت گری بیاد فقط بوردر باتم داشته باشه و به این شکل. خب ما این رو به این شکل قرار میدیم و بک‌گراند کالرش رو من بک‌گراند کالر این رو در واقع مقداری داره به نام ترانسپرنت، در واقع رنگش رو میگیم بردار. میبینیم رنگش رو من برداشتم. خب این بوردرش رو در واقع من نتونستم برش دارم، بوردر باتم دادم گفتم 2 پیکسل، در واقع من اینجا میام بوردر نان میدم، اینجا میخوام مشکلش رو حل کنم. میبینید در واقع چیکار کردم با این حرکت از بین بردمش. پس چیکار میکنیم؟ مشکلاتش رو یکی باز از دیگری حلش میکنیم. برد رادیوس رو میتونید در واقع ندید بشه که این شکلی هم نشه، بیاد صاف بگیره. اینو ما خیلی دیدم این مدل مینویسن. خب اینکه اینجوری میشه وقتی انتخابش میکنیم این اتفاق میفته، بعد اینا که کشه بعدا در مورد صحبت میکنیم. مقداری داریم به نام در واقع حالت فوکوس کردن، تو حالت فوکوس کردن این از بین میبرمش. خب میتونیم هم این رو به این حالت بسید، حالا فرق نمی کن بردش رو نان نکنیم و به این شکل بشه. حالا دوست داشته باشید رنگش رو عوض کنیم، مثلا بردر داش بردر مثلا 2 پیکسل مثلا سالید مثلا گری این رنگی بیاد، این رنگی بشه. حالا هرچی که خود دیگه دستتون بازه، ترانسپرنت هم کردم که ببینید که چجوری میشه شیشه ای کرد پشتش رو و همین رو در واقع کنترل دی میزنیم میشه چی؟ تکست میشه چی؟ تایپش ایمیل. این هم برای ایمیل. حالا همین رو در واقع میایم دیگه بعدیش اینپوت نیست دیگه، چیه؟ تکست ایریا ویتسش 500، این رو من میکنم مثلا 200 میاد و این شکل میشه. بوردرش رو هم در واقع شبیه به اون قبلی ها نیست، من یه بوردر به این میدم. خب بوردر مثلا 2 پیکسل این ست مثلا لایت گری یه مقدار اومد شبیه بالاییه شد درسته؟ خواهی مشکل داره. این چیه مشکلش؟ دستوری داریم به نام ریسایز نان، همه اینا برای فرم. من پلیس هولدر اینا اگه نمیذارم دلیل داره، بعدا توضیح میدم بعدش کامل صحبت. خب بریم سابمیت رو هم درست کنیم.
میام اینجا سابمیت رو هم درست کنم و این رو هم یه کپی کنترل دی و این رو هم میکنیم تایپش رو در واقع اینپوت تایپش مساوی با سابمیت ویتسش 500 هیتش مثلا 40 و مارجین باتمش هم اوکی بک‌گراندش هم داشته باشه بوردر هم اوکی ریسایز هم نکنم ببینیم این شکلیه میتونم بک‌گراند کالرش رو عوض کنم مثلا بیام بگم بک‌گراند کالر بیام مثلا گرین به این شکل میتونید بوردرش رو بردارید دست خودتون من بردارم بوردرش حالا نیاز به رنگ پشتش نداریم رنگ پشتش برای کجا بود؟ فرم بود فرم رنگش رو بله به این شکل خب میتونید در واقع به این شکل از این استفاده کنید میتونید حالا به جای اینکه این رنگش لایت گری باشه بوردرش به جای لایت گری میتونید مثلا بلک استفاده کنید یا مثلا یه ذره سنگین تر استفاده میکنید مثلا لایت یه رنگ غلیظ تر نداریم دیگه اوکی مثلا این رنگ به همه شون بدیم این هم همه شون بگیرم به این شکل قرار بگیرم خب این هم فرممون میتونستید در واقع اینجا به این شکل قرار بدید فقط اینجا تو حالت کانتکت اینجا مثلا من میتونم یه اچوان هم بذارم ببینیستم فرم تماس با ما و اینجا بذارمش اون فرم تماس با ما رو من بیام تو کانتکت بیام بهش مقدار دهی کنم بیام این چیزایی هستش که تو پروژه‌تون مثلا کلاس کانتکت و H1 فونت فامیلی بشه ایران سنس و تکست الاینت بشه سنتر به این شکل اینا از فرم تماس با ما خب اینم اینجا اوکی سوال نداریم خیلی میتونه خوشگل تر از این بشه البته ما میتونستیم من اینو ویتسش کم دادم خب آره میشه خوشگل ترش کرد بذاریم فرمه رو من گشتم 823 بذارم 1000 تا و فرمش این هریت بشه اینها مثلا بشن 800 تا و هم 800 تا و این هم بشه 800 بعدک نمیشه بهتر میشه خب بهتر شد حالا پلیس هولدر میتونه بگیره میتونیم در مورد فوکوس ایناش صحبت بکنیم و اینا باشه تو جلسات بعدی که هی کامل ترش بکنم هنوز میتونیم فرم در واقع سایت که داریم میسازیم بهترش بکنیم